سلام من محمد جواد رزوان طلب هستم از سری آموزش های رایگان نقش برداری با دوربین های توتال لایکا و سندیم این فیلم رایگان تنها بخشی از فیلم های پکیج کامل کاربردی و تخصصی نقش برداری با دوربین توتاله شما میتونید با تهیه این پکیج و پشتیبانی من تبدیل به یک نقش بردار حرفه‌ای بشین در تصویر براتون سرفصل های کاربردی پکیج رو گذاشتم برای حرفه شدن هیچ وقت دیر نیست با یکی از فیلم های رایگان ما همراه باشید اولین نماد نمادیه که معرف وضعیت دوربین در حالت اندازگیری فواصل بدون استفاده از منشوره یا در حالت نان پریسم استاندارد نماد نان پریسم استاندارد این نماد مربوط به استفاده از حالت منشور استاندارد لایکا منشورهای های بزرگ یا منشور رنده منشور مینی رو ملاحظه می کنید و در این قسمت هم مینی منشور لایکا با ضریب صفر این دو منشور هم که در واقع منشور 360 درجه لایکا و منشور 360 درجه در حالت مینی و این هم که منشور برچسبی یا همون تیپ نماد یوزر یک و یوزر دو رو در این قسمت ملاحظه می کنید کاربر می تونه حالت های مختلف پر کاربرد رو برای اونها تعریف کنه این نماد EDM یا مربوط به نمایش وضعیت ایدیم که در دوربین های رنگی و لمسی وجود داره این هم نماد مربوط به نشانگر لیزری دستگاه یا همون لیزر پوینت ملاحظه می کنید که اینجا در این حالت قرار داره این دو نماد که ملاحظه می کنید نماد اول معرف وضعیت تلسکوپ در حالت یک یا طرف اصلی یا دایره به چپه این رو دایره به چپ بپذیرید و این رو هم دایره به راست در قسمت تنظیمات توضیحات لازم رو دادم نماد بعدی معرف روشن بودن کمپانسور دستگاه یا همون تراز اتوماتیک داخلی این معرف خاموش بودن کمپانسور دستگاه است و این هم نماد در حالتی که دستگاه تراز نبوده و خارج از محدوده عملکرد کمپانسور جهت تنظیم اتوماتیک قرار داریم پس به این سه نماد دقت کنید نماد 3 4 5 معرف اینی که در وضعیت تایپ عدد قرار داریم نماد ABC معرف اینی که در وضعیت تایپ حروف قرار داریم توضیح در حالت تایپ عدد یا حروف بدم ببینید در دوربین های صفحه کلید می میبایز از کلید نرم افزاری اینپوت استفاده کنیم که میاد حالت های حرفی و عددی رو در سافت کی یا کلید های نرم افزاری پخش میکنه دقیقا همچون گوشی های قدیم که اگر میخواستیم به عنوان مثال بی رو بزنیم باید بی رو دوبار حرکت میدادیم یا کلید اون رو فشار میدادیم اگر این کلید نرم افزاری ABC یا 345 باشه در صورتی در وضعیت عدد قرار داریم که این بالا یک دو سه یا سه چهار پنج رو نوشته باشه یا اگر در وضعیت حروف باشیم حتما باید بالای این کلید نرم افزاری ABC نوشته شده باشه نه در این قسمت نماد فعال بودن بلوتوس رو ملاحظه کنید در این قسمت این نماد مربوط به فعال بودن قابلیت ارتباط دستگاه به ابزار خروجی یو اس ملاحظه کنید نماد آتو این نماد زمانی انتخاب میشه که نوع تخلیه اتوماتیک برای دستگاه انتخاب شده باشه و این هم نماد باتری این نماد زمانی استفاده میشه که اپراتور مایل به استفاده از یکی از پارامترهای وابسته به آفست باشه و این نماد قسمت پایینی هم نمادیه که جهت افزایش مقدار زاوی افق به سمت چپ یعنی خلاف حرکت اقربای ساعت قرار گرفته باشیم.